سلام و شبتان بخیر. شما خوش آمدید. بیننده ویژه دهی محرم از نورین هستید. ما امشب در برنامه سرزمین من روی این مسئله بشار خواهیم پرداخت و عرض تسلیت دارم خدمت تمام خانواده هایی که در شب گذشته در حادثه خونین در کارته سخی و در نقاط مختلف افغانستان جام شهادت نوشیدن و همچنان نیروهای امنیتی ما که در سنگر استاده هستند و از ارزش های ملی و وجدانی ایمانی ما دفاع میکنن. عرض تسلیت دارم به تمام خانواده ها و روی تمام شهدای افغانستان شاد باشد. جنگ در افغانستان قربانی زیاد از مردم افغانستان میگیره و این جنگ در مراسم مختلف در افغانستان هم مراسم مذهبی و هم سیاسی هم شکل میگیره و توطئه کلان که در افغانستان را اندازه شده یکی از بحث‌های کلان در چندین دهه در افغانستان جنگ مذاهب و جنگ دیدگاه‌ها بوده که به این مسئله تانستند که زمینه برنامه های کلان در افغانستان مساعد بکنند. اما ما در مورد این روز و ارزش تاریخی و اسلامی حرف میزنیم. پیام عاشورا چیست و آنچه که تاریخ اسلام از این روز استنباط میکنه با برداشت های فکری بشر چیست و ما از این روز میدانیم چه پیام را در بحث سیاسی، بحث اجتماعی، بحث اسلامی ما از این استنباط داشته باشیم. جایگاه این روز در تاریخ اسلام از چه جایگاهی برخوردار است و پیام این روز بر نسل که امروز هستند چه پیام واضحی و روشن کننده داره؟ چند تا بحث های تاریخی حکایت کرده از این مسئله: شجاعت، مردانگی، استادگی و ایستاده شدن در مقابل ظلم و ستم. بزرگترین بحث در تاریخ اسلام، یکی از بحث هایی که قابل تمرکز است، همین مسئله است که ما وقتی در مورد عاشورا و محرم حرف میزنیم به مفهوم استادگی و شجاعت در برابر ظلم و استبداد است. در طول تاریخ اسلام قضایای مختلف رخ داده و این قضایا هر یک بازگوی حادثه های مختلف و این حادثه ها حاوی پیام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بر تمام پیروان اسلام در سطح دنیا می باشد. حتی حکایت های از عاشورا نویسنده های بزرگ خارجی و دنیای غربی هم بر این روز پرداختن و در مورد امام حسین حکایت های زیاد داشتند که بیشترین بحث آقای گاندی مطرح کرد در هندستان. حتی گفته که ما نبرد شکسته از چگونگی حادثه خونون کربلا آموخته. امشب جناب آتم صاحب در برنامه با ما هستن که بیشتر روی ارزش این روز صحبت خواهیم کرد. آتم صاحب خیلی خوش آمدین. وقتم بخیر. سلامت. بخیر آتم صاحب. اولین سوال این گونه مطرح میکنم آتم صاحب که پیام این روز در تاریخ اسلام چی است واقعا؟ این روز حاوی کدام مطالب است در اسلام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای همه بینندگان محترم و هیئت رهبری تلویزیون نورین و شخص شما و به همه عزاداران حسین و هواداران و پیروان خط حسین و حسینیان، خاصتا بر از خانوادهایی که اخیراً عزیزانشان و جگرگوشایشان به لقای حق پیوستند، بر همه از اونا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما در حالی از ایام حماسه آفرین حسین و حسینیان نام میبریم و یا دی شب و روز از او بزرگداشت به عمل میآید که دقیقاً همه سرزمین های اسلامی، خاصتاً کشور ما افغانستان، رنگ کربلا را گرفته است و همه روز ما یا همه ایام ما عاشوراست. ولی با تأسف که از این جریان یا رویداد نهایت بر تب و تاب تاریخی که باید در حکم یک مکتب در سازندگی و اصلاح جامعه ما نقش بسزایی می داشت، اما اسفا که بعضا برداشتهای بسیار خوب و عالی ولی بعضا در این رابطه شاید از یک سلسله اشتباهات و همچنان افراط و غلو دریغ نکنند، همی است که حرمت و عظمت این روز تا جایی البته بعضی حرکات و بعضی سکنات
خدا نخواسته باشه که حرکات بزن مردم ما جریحدار میکنه. ولی آنچه بسیار زیاد مهم است که سر نفس جریان عاشورا و قیام حضرت امام حسین فکر و اندیشه، اعتقاد و باور حسین بیشتر یک تمرکز فکری شوه و پیدا شوه که این قیام و یا این حرکت به چه خاطر صورت گرفت و چطور هم شد که جمعی از مستبدین زمان و حکام بیلجام روی خود را در تاریخ تا قیام قیامت سیاه کردن و به همه حال چون ابتلا و آسمون الهی به می شکل می بوده باشه بر همیش، چون قرآن چه میگه که اگر ما جمعی را با جمعی دفع نمی کردم زمین فساد می گرفت. این سنت و اراده پروردگار است که یعنی از آوان پیدایش انسان به این طرف به اشکال مختلف، به رنگ‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف این جریان ها صورت گرفته است. گویا از ظهور و پیدایش ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام شروع تا به جریان انبیاء علیه السلام که هر یک به گونه در آتش مظالم وقت سوختن و با دستگاه استبدادی و ظلم و ناروا پنجه نرم کردن. گفته میتونیم که قبل از جریان یا حادثه حضرت امام حسین شما ببینید که حادثه بسیار زیاد بزرگ و تاریخ تاریخی که بشر هیچگاه او را فراموش نمیتونه بکنه، مقابل حضرت ابراهیم در مقابل نمرود، همچنان همونطور بیم حضرت نوح علیه السلام و به تعقیب حضرت یحیی علیه السلام، به تعقیب حضرت زکریا علیه السلام و بعدا به سلسله انبیا علیه السلام که در راه مبارزه حق علیه باطل بر مظالم گوناگون گرفتار شدن و شکنجه شدن و خونشان نقش خاک شد و تا به ظهور حضرت پیامبر. ولی هنوز حوادث تلخی که یا رویدادهای جانکاهی که در مقابل دعوتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت گرفته بود، این تاریخ فراموش نکرده بود که در آدرس خانوادش مظالمی که گویا قلب تاریخ داغدار کرد و برای همیش به عنوان یک جریان و یک حادثه و یک رویداد تاریخی فراموش ناشدنی با خط قرمز در صفحات طلایی تاریخ ایجا گرفت که نه تنها تاریخ شما پیشتر یاد کرده گاندی، بلکه شخصیت های بزرگ دیگه جهان از این حرکت الگوگیری کردند و در مقابل مظالم قیام کردند. در هر گوشه و یا هر قسمتی از این کره ارضی که اگر شما مطالعه بکنی تماما حرکاتی که صورت گرفته فیصدی جمعی از این انتباه گرفته است و یا با یک الگوگیری از قیام انبیاء علیه السلام و خاصتاً حضرت پیامبر و متعاقباً اهل بیت و حضرت امام حسین، وضعیتی که صورت گرفت و با قد رسا جمعی در کنار حسین در مقابل تیغای برهنی سراپا ظالمانه و جهنمی مقابله کردن، سرانجام مرگ و شهادت به هر گونه زندگی پر از ناز و نعمت دنیایی ترجیح دادن و برای آینده ها یک دروازه ای را باز کردن که مقابله علیه ظالم در حقیقت در میدان مبارزه یعنی برای هیچ کسی دستای گل تقدی نمیشه جز شهادت، جز معامله با شمشیر، جز نهایت اعمال پسیف و ناروایی که
گویا سردمدارا و یا حکام ظالم هزیج و ناروایی در مقابل مردمایی که صاحب حق هستند دریغ نمیکنن. همین که افهمی خواهیم، همین که قرآن شریف میگه که بدترین جنبنده ها در تاریخ و یا مجامع انسانی کسایی هستند که کفر ورزیدن، این نشر الدواب عند الله الذين كفروا، بدترین جنبنده ها کسایی هستند که با آنچه حق و حقایق است، آنچه مسیر و یا سیستم و یا و یا و یا و یا نظامی پروردگار عالم بر انتظام مجامع بشریت وضع کرده است، بر از او کفر می‌ورزند. ببینید وقتی که مردم در این سنگر و یا در این مقام بسیار زیاد تاریک و جاهلانه قرار می‌گیرند، با قساوت قلبی را شما خود ما شما خود مطالعه کردیم و از زبان علما و دانشمندا شنیدیم که به هیچ چیز و هیچ چیز دریغ نمیکنن، حتی به طفل کودکی که در روی میدان مبارزه قرار می داشته باشه. یک سو کودکی معصوم و از طرف دیگه هم که او از اولاد اهل بیت و اولاد پیامبر بوده باشه، که گویا کاملا امی جریان یا فرزن شنیدن و یا حکایت از این قضیه گوشت در بین استخوان به درد میاره، ولی مردم که دقیقت این در این ظلم و ناروا قرار دارن، اینا این تا به این آدم گویا در مقابل مردمایی که در سنگر حق قرار دارن از قساوت و بیرحمی کار میگرن. و این دقیقت یک درس بود، یک مکتب بود، یک راه بود که نه تنها در یکی یا چند شبی در طول سال میتونه که فرض مثال یک درخشش داشته باشه و مردم ها روی از یک تجمع کنن، بلکه در همه ایام و تا زمانی که انسان در روی زمین جا داره و زندگی داره، ای به عنوان یک تب، به عنوان یک مکتب و آموزش بسیار زیاد عالی و آموزش بسیار زیاد انسانی و یک در حکم یک پرواز ملکوتی میتونه که بر انسان یک فکر بده و یک اندیشه بده و انسان و مجامع انسانی را به یک شارای انسانیت و تعالی و ترقی هدایت بده و سوق بده. چون آدم صاحب یک بخش حکایت تاریخی از عاشورا چگونه شکل میگیره و چگونه امام حسین به شهادت میرسه؟ بس تاریخیش چی است؟ حکایت از یک طرفی که تعهد میکنه بعد تعهد میشکنه، روی این مسئله اگر بشار صحبت بکنیم و بینده ها وضاحت پیدا بکنه. عرایز مد خدمت تانی از جناب آقای حمیدی سیب که معمولانی که حضرت امام حسین چطور جا ایواز میکنه و میره به کوفه و سرانجام چطور دارید یک آلت و منجنیق گیری میاد و بالاخره با همه جور و جفا پنجه نرم میکنم، فکر میکنم که جزیات از ایره ما و شما معمولا از طریق منابر و از طریق مساجد و از طریق علما و خطبای ما شنیدیم، ولی آنچه مهم است در جریان و در حادثه هم طوری که قرآن شریف میگه که من تمام حوادثه در زمین میگردانم تا برای شما یک منبع از پند بوده باشه و یک مکتب بوده باشه و یک وسیله و اسباب عبرت بوده باشه. آنچه مهم است که یعنی استقامت و پایداری حضرت امام حسین در مقابل یک دستگاه مستبد و ناروای وقت، که در حالی که همه امکانات یا همه رفاه و آسایش به حضرت امام حسین مهیا بود و میتونست با اندکی تنازل زندگی خوب و مرفه داشته باشه، ولی که میره تماما این زندگی را و تماما این مسائل ترجیح میده، تماما این مسائل پشت پا بگذاره، ولی آنچه یک حق و یا اظهار حق و یا اقامی حق است و به خاطر تمثیل یک حرکت اسلامی در میدان قرار میگیره و با دزگاهی ظالم و ناروا پنجه نرم میکنه،
و تا آخرین لحظات زندگی خود از تنازل و همچنان گذشت و انحنا کار نمیگره. ایش بسیار زیاد مهم است که سر از یک مقدار فکر شوه و همچنان شیوی که حضرت امام حسین با همه سجای ناب اسلامی و اسلامی خود داشت، این شیوا مورد تحقیق بیشتر قرار بگیره و همچنان خود نفس موضوعگیری اثرت امام حسین و تیم و یارایی که در کنار حسین قرار داشتن، اینا بیشتر یک معنا و یا مفاهیم بسیار زیاد در حد وسیع دارن، تا اینکه آدم به روزها یا ایام و یا تاریخ یا روزی که یه حرکت کرد، روزی که یه متوقف شد، روزی که در ماسه قرار گرفت و که آب سرش قطع شدی که چه مفاهیم و یا دیالوگ های بین از اینا صورت گرفت و چه کلماتی برشان رد بدل شد. یک طرف قضیه و مسئله است که گویا میتونیم که بگیم که بر روزها و ساعتها بس کار داره که تا آدم میره به دست نشر بسپاره و یا تشریح بکنه، ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است خود نفس زندگی و موضع‌گیری و حرکت و قیام و شهادت حضرت امام حسین، که باید برای همه کس، خاصتاً برای نسل جوان و برای همه کسایی که دقیقت زندگیشان و یا فکرشان و یا اندیشهشان آمیخته با عقاید و باورهای اسلامی است و همچنان با درد و رنج مردم گری خوردگی است و اینا در راه آزادی و اقامه نظام عدل انصاف فکر میکنن، گویا اینا چطور میدانن که از وجود یا فکر و یا اندیشه و یا اخلاق و یا شیوای عالی و یا کرکتر بسیار زیاد پسندیده و عالی حضرت امام حسین اینا سرمشق خود قرار بتن و در زندگی ازی تانسته باشن به عنوان یک اعصاب، به عنوان یک چراغ راه از این کار بگرن. ولی تنهایی تو نمیشه که ما اگر امروز در این شوروز بعضن جماعت های ما فرزن اهل تسنن ما یک کاسه حلوای شیرین جور کنن و مساجد روان بکنن و یا فرض مثال تنها با یک ختم قرآن عظیمشان موضوع خلاصه مختصر بسوزن، گویا امی بود رسم پاسداری از حسین و حسینیان، و یا اینکه جماعت از اهل تشیع ما در گوشه از اماکن مقدس خود جمع شوند، سینه زنی بکنن، ولی روزهای بعد دیگه از حسین یادی نباشه، از مکتب حسین خاطراتی نبوده باشه، اخلاق حسین تمثیل نشه، اخلاق اهل بیت تمثیل نشه و ما با از زبان و یا آدرس و یا کانال حسین نتونیم با جامعه خود، با مردم خود صحبت بکنیم، با حکام خود گپ بزنیم، نتونیم کار حکام خود مورد نقد و ارزیابی قرار بدیم و همچنان ما با دها ناروا و یا ده ها مظالم سازش بکنیم، ولی در حالی که خود بگیم که ما پیرو اهل بیت هستیم و پیرو پیامبر هستیم یا پیرو حسین یا حسینیان هستیم. فکر می کنم که اگر ما این گپ از یک مقدار امو عنانات و یا سنت های قبول شده جامعه ما ای را کمک ایواز بسازیم و به شکل علمی بالا ازی فکر بکنیم، تا ما تانسته باشیم آمیخته و آراسته با اندیشه حسین شیم، با اخلاق حسین شیم، با اخلاق اهل بیت شیم، با اخلاق پیامبر شیم. پیامبر چطور ما اگر هر قدر حسین بگیم باز پیدا میکنیم که بزرگتر از حسین، بزرگتر از علی، حضرت پیامبر است که اینا در قد از او آموختن، اینا شاگردای مکتب پیامبر هستن. واقعا اینا کسایی بودن که به مکتب و صاحب مکتب اینا با از خود پاسداری و وفاداری نشان دادن. آل وقت یا عصر ما است که ما باید چی بکنیم، ما باید با چه شیوه در داخل جامعه خود ادای مکلفیت بکنیم که فردای روز هم شده باشه که در مقابل پیامبر و اهل بیت پیامبر ما سرافگنده استاد نشیم. یعنی مقابله با هر نوع مظالم و هم نوایی با هر نوع
جماعت و یا قشای مسلوم و یا بیچاره و قابل ترحم و همچنان اینی ارنه و تفکر انسانی در رابطه زندگی بهتر خوب انسانی که ما در داخل محیط خود و جامعه خود داشته باشیم، یک جزی از مکلفیت‌های داشتگی ما زمین که حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم میربانی میکنه که یک ساعت تفکر به اندازه 70 سال عبادتی که این گویا شب کسی قیام کرده باشه و روز هم سیام به اندازه ازی فضیلت داره. این ای به این معنی که وقتی که ما روز عاشورا میایه یا روز مولود شریف میایه و یا روز رحلت پیامبر میایه و یا روز شان نزول قرآن میایه، ما در رابطه یک مقدار فکر کرده باشیم، نه به معنی ازی که گویا به عنوان یک دین یا ما به اساس از این سال ما را شمار گرفته باشیم یا ماه ما را شمار گرفته باشیم یا دقیقت خواسته باشیم یک عرف یک عنانات به جای کده باشیم یا در بین مردم خواسته باشیم به شکل از اشکال ما یک برجستگی خود در بین مردم با استفاده از نام آدرسی ما بین مردم تثبیت کرده باشیم. اگر ما بیم این مسئله را به شکل دیگه مورد بحث خود قرار بدیم که حالا پیدا کنیم که دمی روزی که حسین را به خاطر دفاع از انسان و مقام انسانیت و حقوق انسانیت رفت جان به جان آفرین سپرد و او حق گفت و جان داد، پس ما امروز چقدر تانستیم در داخل جامعه خود در مقابل مظالم پنجه نرم کنیم و چقدر دست مظلوم گرفتیم، چقدر به آدرس خانه چند تا یتیم رفتیم، چند تا بینانه برای یک مقدار نان آب و نانی تهیه کردیم، چقدر تانستیم در داخل دی و قریه و قصبه و شهر و کوچه خود یک نواری خوبی کردیم و چقدر از چیزایی که از باب اذیت و آزار فکر و اندیشه این روح و روان انسانی میشه ما چقدر تانستیم از جلو رای مردم ما دور بسازیم. من فکر میکنم که اگر برامیش کلانای ما و بزرگای ما فکر مردم اندیشه خصوصا قشر جوان ما را که دقیقت از تو بود و سرمای امروز فردای ما ای جوان هستن، اگر تانست باشن فکر اندیشه از اینا را به این مسئل متمرکز بسازن و برای اونها بفهمانن که حسین قبل از این که او اولاد پیامبر بوده باشه، اولاد پیامبر و اهل بیت بوده باشه، این حسین بالاخره یک انسان بود و این حسین جوان بود، حسین یک فکر آزادی و آزادی خواهی داشت. آدم سبب در مورد شخصیت حسین صاحب مگر بشر مطرح بکنین که چه مزایای شخصیتی برخوردار بود، چون در این بود صحبت شما خیلی صدق میکنه صحبت هایتان. ببینید حضرت امام حسین ما یک شیوه یک حرکت بسیار اخلاقی و آموزشی زیاره من حکایت میکنم چون برنامه گنجایش توضیحات بیشتر در این رابطه نداره. یعنی تمکین و اخلاق و شوه بسیار ناب حضرت امام حسن و امام حسین میگه امام حسن و امام حسین یک روزی در یک جایی قرار داشتن، دیدن یک آدم وضو میکنه، اما دیدن که آدم وضو را غلط میکنه، نمیتونه وضو بکنه. ببینی اخلاق اسلامی را، اخلاق پیامبری را، اخلاق اهل بیت چقدر عالی و چقدر با مسئولیت و چقدر با تمکین. یا نمیگن به یادم که تو حضور غلط کردی، برازی اینا بین خود چیز میکنن که وقت نماز شد از یک حضور نگریم، یا بین خود یا حضرت امام حسین یا حضرت امام حسین آب میارن اینا شروع میکنن به حضور کردن. در پیش روی از یادم یا میخوان حضور کنن که گوی او آدم سیل بکنه که حضور چرا قم میشه. دقیق. یعنی یعنی نمیخوان که فرض مثال با کس تحقیر روحی شود، یعنی گویا کسی تحقیر شود و یا فرض مثال اهانتی به کسی شده باشه. ولی ببینی که این شیوه امروز از طرف تمام فلاسفه‌دانایی که در بخش تعلیم و تربیت نقش آفرینی کردن گویا به عنوان آخرین شیوه و بهترین شیوه ناب آموزشی شناخته شده است. بله. چطور اینا میتونن که برای کسی شیوه خوبتر و علمیتر و
فقی تره اونا تلقین که تلقین کنند در حالی که او هیچ نواده خود احساس اهانت نکرده باشه. به این لحاظ حضرت امام حسن و امام حسین در جای دیگه در مسائل چیز در مسائل زندگی در اجتماع میگن که چقدر جالب است که اگر یک کسی بره فرض مثال گوشت مرده را در یک قصاب در بازار عرضه کنه و چنگ قصابی گوشت حیواناتی که اونا به حساب از نگاه شرع و یا از نگاه طبع اونو قابل تغذیه نیستن، ولی اگر یک روز و یا چند روزی کار صورت بگیره شاید در شهر غوغا برپا شود که در فلان جای غدر و خیانت به اندازه روان است که گوشت حیوان یا گوشت سگ یا گوشت خر آوردن در جای گوشت حلال میفروشند. ولی بی خبر از این که اگر یک اندیشه که در حالی که میگه این غذا اثراتش در وجود انسان بسیار زیاد موقتی است، ولی اگر فرزندی ای ناروان بوده باشه و خلاف طبع بوده باشه با اندک زمانی تکلیف از این رفع میشه. آن چی که میگه بسیار زیاد خطرناک و خساره و زیان از این جبران ناپذیر است که او عرضه کردن افکار و عرضه کردن عقاید نارواست. وقتی که در داخل جامعه میشه گویا فکر و روان و وجود انسان و جامعه را تسخیر میکنه. میگه سعی کن که اینه منظورم از چی عمیق شدن از یاد در داخل جامعه است که چقدر اینا مواظب جامعه میبوده باشن که چطور جامعه از اصل مسیرش بیرون نشه. ولی در حالی که ما همی لحظه مورد تهاجم فرهنگای بیگانه قرار گرفتیم، شدیدن قرار گرفتیم، هر حرکتی که از طریق رسانه‌های ما صورت میگیره در حالی که او حرکت هنری میمونند که در حالی که بی هنرترین یک اخلاق یا کثیفترین یا پسیفترین یک شیوه است که دقیقاً از طریق رسانه‌های ما در ذهن و افکار مردم ما القا میشه. اما کجاست حسین که برای مردم صدا بکنه؟ کجاست حسینیان که یک دفعه بخیزن یک های و هوی کنن که حسین خود گفت که از عرضه کردن گوشت سگ و گوشت خر کرده در بازار پخش کردن یک ادیا و یا عقاید ناروا و یا عقاید شرک و یا عقاید مبتذل الهادی خطرش بیشتر است. این کاروان انسانیت، کاروان بشریت کاملا از مسیرش میکشه، ولی یک گوشت مردار اگر امروز سودا نشه به فردا خودشو گندیده میشه و کسی او را هم نمیخره. به همه حال شیوایی که در وجود اثرت امام حسن و امام حسین و اهل بیت و اصحاب صدیق و اصحاب کرام قرار داشت، هر یک کسی را گفته میدونه اونطور که مثل حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که هر یکی از اصحاب ما، اهل بیت ما، پیروای ما، کسایی که در کنار ما زندگی کرده بودن کردن، اینا حیثیت ستاره‌های آسمان داره. شما که به هر یک از اقتدا بکنی رایاب میشه. دقیقاً یعنی به این معنی نه که کسی از حسین آدرس داره او تنها میتونه چیز بکنه، ولی ما اگر حضرت پیامبر به مثابه آسمان تشبیه بکنیم، تماما کسی که در کنار حضرت پیامبر قرار داشته است حیثیت امو ستاره ها را داره که گفته میتونم که جز از ستاره های کهکشان خانواده پیامبر و اهل بیت است. یعنی پس به این لحاظ این بهتر است که ما زیاد تحقیق کنیم و تعمق کنیم و تعمل کنیم که ما چطور میتونیم از کانال یا مجرا و یا آدرس خانواده نبوت و یا شیوه انبیاء علیه السلام و یا اصحاب پیامبر و همچنان حضرت امام حسن امام حسین، ما چطور میدونیم جایگاه انسانی خود اشغال بکنیم و حداقل اجتماع را و حداقل جامعه را به یک مسیری که دقیقت و مسیر خوب و پسندیده و ناب و اسلامی بوده باشه که گویا از یک سو ما را در یک شارای تعالی
و برتری در داخل جامعه سوق بکنه و هدایت بکنه، و از طرف دیگه گویا ما احساس مسئولیت کرده باشیم، از طرف دیگه ده ها مظالم در مجایش و در مجایی که به حساب نشد میکنه عقیم شده باشه و راکت شده باشه و گویا به اون نقطه پایان گذاشته باشیم. این مسائلش بهترتر از و عالیتر از تایی که ما از این روز به تنها به شکل مقطعی یک یاد کرده باشیم، گویا روزای دیگه که میره و روزای دیگه حرفی نیست، مسائلی نیست. پس تنها تماما مسئولیت ما در کام روز است، در چند روز محرم است و در چند روز عاشورا است. دالی که ما از روزی که پیدا شدیم الا روزی که دفن خاک میشیم، دقیقاً ما با یک رسالت و همچنان با مسئولیت و مکلفیت قرار گرفتیم و مکلف شدیم. پس مسئولیت ما بیشتر از این تا ای که ما به همین قدر کارا یا ادای مراسم خود قانی ساخته باشیم. آتم صاحب، به عنوان آخرین سوال همین بحث مطرح میکنم که امروز آگاهی های دینی در جوامع اسلامی و مثل افغانستان جز الفاظ و جز یک سخن بیش نیست. امروز جامعه ما کمتر این کرکترها و این شخصیت هایی که در اسلام عبور کردن و رفتن، از این کرکترها کمتر تمثیل میشه و کمتر به تاریخشان پرداخته میشه و کمتر حداقل توجه میشه به نوع زندگیشان، کار کردشان، فعالیتشان که در اجتماع از خود چگونه ما بیایم یک شخصیت از خود تبارز بدیم. چرا در افغانستان تنها مسائل مذهبی در اون زمانش دنبال میشه؟ بعد از او که میره ما هم دروغ میگیم، هم فریب میکنیم، هم رشوت میخوریم، هم کار خلاف انجام میدیم، همه این کار در جامعه خود انجام میدیم. پیامتان چیست که ما چگونه به ارزش های اسلامی واقعی چنگ بزنیم، او را جزی از اصول های و کرکتر زندگی خود حساب بکنیم؟ من از شما تشکر میکنم. به اساس حکم و اقتضای فکری و اخلاقی خود در این رابطه کنکوی میکنیم، ولی من میگم اگر این مردم از ما سوال بکنن، مردم سوال بکنن، جواب این بسیار آسان است که آدم برش بگه که فرضاً شما بینید که بیشتر از 50 یا کمتر از این رسانه ها به شکل تصویری یا صوتی در مرکز کابل فعالیت میکنن. در طول روز، در طول 24 ساعت نشرات کینا در طول روز دارن، پیدا بکنیم که چقدر از این در رابطه تعالیم و آموزه های اسلامی تخصیص داده شده است. یعنی شما ببینید که بسیار کم تلویزیون هایی است او را مثل یک شارت خبری یک موضوع را به او را گویا شده باشه کمک به اعتبارات هم رسانی خود افزود کرده باشن، او را پخش میکنن. ولی در حالی که ما بیشتر از آب و نان، بیشتر از همه کالای مصرفی، ما به آموزه های اسلامی و اخلاق اسلامی نیاز داریم. با تأسف که نه دعوتگرای ما، نه کسایی که متصدی یا متولی بخش پیاده کردن آموزه های اسلامی هستند، نه اینا به اندازه که نیاز از و ضرورت از کار میکنن. و اگر سر ما اعتراض میگرن، ما میگیم نه، بی یک مروری بر شیوه پیامبر بکنید که آیا پیامبر در هر کجا میرفت در بالای مجلس میشست، از هر کس میخواست که او را عزت بکنن، و یا اینکه پیامبر در بین حلقات اصلا شناخته نمیشد، در گوشه قرار میگرفت، در شیوه دعوتیش آیا مردم پیش از این میامدی تعلیم میکرد و آیا این میرفت بر مردم در دیو قریه و قصبات میگشت، آیا در مسائل جنگ و مقابله و مسائل حربی ای از پشت سر بر لشکری ها دعا میکرد و یا در صف اول استاد میشد، آیا در مسائل امداد و کمک ها بر مردم توصیه میکرد و یا پیامبر اولین کسی بود که از امکانات مادی و دارایی خود بر مردم اهدا میکرد؟ پس ببینید که یک طرف کسایی که متولی و متصدی امور هستند، بلکه مسائل علمی و اسلامی را به معنای یک اشتغالیابی خود انتخاب کنند که از این بخش آدم میتونه که امرار حیات بکنه، نه به اساس عقیده و باورهایی که در ایران ما به عنوان یک عسکر و پاسدار و در اصلاح جامعه خود کار میکنه. این یک طرف قضیه است که یک قصوری از دمو جماعتی که علالما و ورثت الانبیا است، علالما و امنا و رسول است، که امنای ما و همچنان رسالتمندای ما به وعده که نیاز است و ضرورت است ادای مسئولیت نمی کنن. ولی با آنم خانه شان آباد نسبت با ما و با هر کس دیگه اونا جایگاهشان ثابت است، تکلیف می کشن. و از طرف دیگه که نظام دارا و حکومت دارای ما نه تنها
در رای آموزهای اسلامی ادای مسئولیت نکردن، بلکه برامش در رابطه ست و موانی قرار گرفتن. اگر بگن که چرا ای گپ است، به خاطر از اینکه در شیوه و در اقامه عدل و انصاف اسلامی و همچنان اندیشه ها باورا آموزه های اسلامی اصلا ظلم و ناروا و عیاشی و جانپروری و فربی ساختن یک پا اصلا وجود نداره. حال کجا یک کسی حاضر است که مثل حضرت عمر که وقتی که میره به طرف شام میرفت که چیز که شطر خود که غلام خود نوبت کرد، حال در گرد موتر از این حکام ما که کمک به اعتراض تیر شوی تو را دستبند میزنن، دو جایی که اینا هستن تو تیر شده نمیتونی، اوجه دیوالای آهنی شد صورت گرفته است. کی راضی است، کی حاضر است که بیا عمر گونه بره سر بوریا بشینه یا علی گونه جو بخوره یا حسین گونه بره در میدان استاد چه و چرا این ظلم و نارواست؟ پس بناهن حکام ما چون بقای حیات خدا در اندیشه و فکر و اقامه نظام اسلامی نمیدانند، به این لحاظ به سرعت کار میکنند تا جوانای ما را، تا جامعه ما را از اندیشه به دور نگاه بکنند. به این لحاظ است که جامعه ما و مردم ما از شیوه و آموزهای اسلامی همه قدری با خود دارند که از گذشته هایشان برشان مانده است. میگم او به لفظ قرآن شریف که اگر بگوی مردم چرا اینی کار را میگی در حالی که این اسلامی نیست، میگه این را ما به خاطر میکنیم که از پدر ما مختیم. و امو قرآن شریف میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا. اگر برشان گفته شد برای مردم که چرا شما این کارا را میکنید در حالی که کارا اسلامی نیست، و یا چرا شما حرکتی نمیکنید که اسلام شما میخواهد، شما با قوت باید برید در همدردی و همنوایی در داخل جامعه خود آیا به خاطر اقامه حق عدالت کار مبارزه بکنید. میگه بیادر همه قدر ما از بابای خدا مختم دیگه، همی پای تا چین گلیم دراز کنید دیگه، آدم صدای خدا گپ خدا چین دان خود آدم بگه. این کلمه های عزیز از او پیشترش که طبعا اندیشه یا معقولای اسرائیلی که در بین مردم ما پخش شده است که گویا هر کس دلش با اسکیلش بز از لنگش گوسفند از لنگش دیگه، این اندیشه ها سخت در جمجمه مردم ما به شکل بسیار ناروایش القا شده است، به اصطلاح شما جا پیدا کرده است و مردم ما ایره دین حساب میکنن و به اساسی روان هستند داله که اگر خود دین زنده شوه از خود دفاع کنه. ممکن بسیار زیاد از این پیروهای خود به زندان روان بکنه، ممکن بسیار پیروهای خود تعذیب بکنه، به خاطر که بیشترین جفا را همین مردم کردن. به این لحاظ است که ما مسائل اسلامی را و عشایر اسلامی را و پایگاه ها و دستگاه اسلامی را از مسجد چرو تا کعبه که میریم ما نمیفهمیم به چه خاطر میریم. فکر میکنیم که در این مسجد خواهگه نریم با ما را مردم کافر میگه، در حالی که از ترس قوم میرن. باز اونی هم که رفتن خوب پنج وقت نماز است، در حالی که این نماز این معنا و مفهومی که داره امیر نگرفتن. او یه گردش معنوی داره که وقت سجده و رکوع میگه براحت کمی کاکای خود بچه کاکای خود که جنگی از یک سال است کمی جوره دن نماز استاد میشه کمی جنگی است. این نفهمیده است که نماز یعنی چی. از همینجا که تا میره به نماز جمعه، از همینجا که میره تا به ایگاه، از همینجا که میره تا به این چیزم بیت شریف هم حاجی صاحب که از بیت شریف میگه وقتی که به خانش بری پرسان کنی از امو نانای خیراتی فی سبیل قسم میکنه، از اسرار حکمتی که در او خانه است، در میناس، در مزدلفه است، در عرفات است و اصلا هیچ کدام بهره ای نداره و نمیفهمه که رفتن در مینا به چه خاطر است، یه قربانی چه معنا داره. مگه در کوی صفا و مروه دویدم اینجا چین یک تاریخ است، یک کتاب است، باید بخوانیم. حتی مسیحان هم آتم سب که از بس اسلامی اگر کمی دور بود سیاحان هم که کشور میرن به بازدید اول یک کتاب میرن در مورد کشور مطالعه میکنن، جای تاریخیش بررسی میکنن، بعد از نزدیک میرن مورد مشاهده میکنن و بعد وقتی میان نوشته میکنن که ما رفتیم حکایت از اینجا این نبود. خیلی سپاس آتم صاحب، ممنون از دورتان که در برنامه حضور پیدا کردید. صحبت شما را قطع کردم با پوزش تمام. خیلی تا فرصت شنبه شب که در برنامه سرزمین من خدمت شما قرار میگیریم و سر از شنبه شب همکارم آقایش که میرزاده در برنامه گزمیش به پنج ولایت افغانستان پرداخته که پنج ولایت افغانستان وضعیت امنیتی شد و نبردهایی که جریان داره تمام این را به تصویر کشیده که سر از روز شنبه در برنامه سرزمین من بخش از این گزارشات خدمت شما تقدیم خواهد شد و پنج ولایت افغانستان که نقطه های استراتژیک است که اکنون که ما صحبت میکنیم این لحظه هم جنگ جریان داره، اینها را با تمام
وضعیتی که در ولایت ها حاکم است از بحث ناامنی تمامش به تصویر کشانیده خواهد شد. تا فرصت شنبه شب خدا نگهدارتون.